همراه میشیم با شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی که از واشنگتن با ما همراه شد. خانم برادوس خیلی خوش اومدین. همزمان با حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در یمن، سفارت آمریکا در بغداد هم هدف حمله قرار گرفته. از جانب شما در مورد این حمله و همزمانیش با حمله آمریکا و بریتانیا به اهداف حوثی‌ها در یمن چه است؟ خب انتظار اینو داشتیم و به نظر من ادامه هم خواهد داشت بعد از اینکه ببینیم بعد از امشب معلوم میشه چه اهدافی رو آمریکا در یمن زده و چقدر حوثی‌ها رو توان حوثی‌ها رو کم کرده و اینکه مراکز لوجستیک حوثی‌ها رو مورد هدف قرار گرفته، چقدر این حمله موفقیت‌آمیز بوده. گفتن 10 تا هدف رو زدیم و موفقیت‌آمیز بوده، حالا باید دید. ولی این باعث میشه که گروه‌های شبه نظامی بر حسب چرا اینو توضیح میدن، بر حسب اون نتیجه‌ای که در یمن هست، این تاثیر میذاره در جواب گروه‌های میلیشیایی مورد حمایت ایران در عراق، که چه در سوریه که اینجا مواضع آمریکا رو مورد هدف قرار بدن. حالا بماند از اینکه بعد از اینکه آخرین باری که آمریکا یکی از فرمانده‌های نوجیبا رو، یکی از این گروه‌های مقاومت اسلامی رو کشت، چیزی که الان دارن گروه‌های شبه نظامی روش کار می‌کنن بیشتر از حملات اینه که سعی کنن از طریق قانونی و حقوقی فشار بیارن به دولت الان عراق که نیروهای آمریکایی باید خارج بشن. برای همین هم هست انتظار میره در ماه بعدی فوریه یکی از یک نمایندگان رده بالایی که شاید خود حتی شیعه سودانی باشه بیاد در واشنگتن ملاقاتی داشته باشن، در این مورد صحبت کنن. چیزی که مقامات آمریکایی در مورد صحبت میکنن اینه که این نیروها در عراق خواهند ماند. یعنی فشارهایی که الان هست، فشارها بر دولت شیعه سودانی و اینکه در قانون یک قانونی رو تصویب کنن که نیروهای آمریکایی رو مجبور به ترک عراق کنن، و توضیحشون هم اینه که دیگه احتیاج به نیروهای آمریکایی نیستن چون که هشت شعبی رو دارن که میتونه امنیت و عراق رو تامین کنه، که این خود گفتهشون یک گفته مضحکیه. ولی برای اینکه ببینیم نتایج چه خواهد بود در امشب بعد از این چنین حملات آمریکا، و بر حسب اون نتایج باید دید که این گروه ها چه عکس عملی نشون خواهند داد. بسیار متشکرم از شما شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی که با ما همراه بودید.